هوا هم خوبه. بریم ببینیم صبحونه چی دارم. نهیدهای مختلف. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you رانندگی اینجا حسش یکم عجیب غریبه. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me. یکم حس فلوریدا رو میده. It's everything I've been chasing. الان تو قبرس شمالی هستم. آفتاب شدیداً گرمی داره اینجا. سلام خوبان. اینجا میذارم اول ویدیو این قسمت رو، بعد ادامه ویدیو رو میتونین ببینین. بعد پستم چند تا از توضیحاتی که شاید براتون سوال باشه همین اول بگم. بعد اگه دوست داشتین میتونین ادامه ویدیو رو هم ببینین که کلن هتل و قیمت بنزین و نمیدونم اینجور چیزا رو صحبتش رو میکنیم و شهر رو نشون میدیم، خریدار رو نشون میدیم فلان. قسمت الان دارم از قسمت شمالی، یعنی از قسمت ترک نشین، میرم به قسمت جنوبی یا همون قبرسی، یونانی، ترک ها میگن رومی، حالا هرچی اسمش هست. قسمت برای ایرانی ها که میخوان بیان اقامت بگیرن یا میخوان بیان ویزیت کنن یا خونه بخرن، قسمت شمالی خیلی راحت تره، چون راحت میتونن بیان، مثل ترکیه است، راحت میتونن بیان، راحت میتونن خونه بخرن، راحت میتونن اونجا باشن، خیلی دانشجو زیاد هست. ولی قسمت جنوبی یکم سخت‌تر هست ویزا گرفتن، شرایطش یکم سخت‌تر هستش برای ایرانی ها. قسمت جنوبی یه قبرس، یک کشور قبرس، ولی قسمت شمالی، قسمت ترک نشین رو به عنوان کشور قبول نکردن و یه منطقه است که همون جوری مونده و هیچ سفارتی، هیچی اونجا نیست، هیچ شرکت بین المللی اونجا نیست. ولی خب قسمت جنوبی سفارت هست، بعد شرکت های بین المللی قسمت جنوبی هستن، قسمت اروپایی هستن. داخل شینگن نیست ولی داخل چیز هست، اتحادیه اروپا هستش قسمت جنوبی، و واحد پولش هم یورو هستش. قسمت شمالی واحد پولش لیره ترکیه است. بنزین یک کمی گرونتره تو قسمت جنوبی، قسمت اروپایی، یعنی حدود 1.1 دلار بود شمالی، 1.3 یا 1.4 قسمت جنوبی هستش، 1.5 قسمت جنوبی هستش هر لیتر بنزین. درآمدها تو قسمت اروپایی، یعنی قسمت جنوبی، به یورو هست. حداقل درآمدها فکر کنم بوده 700-800 یورو هستش و هزینه ها هم یکم بیشتر هست، چون هزینه ها هم به یورو هست. تو قسمت شمالی درآمدها به لیر هست، هزینه ها هم باز بلیر، یورو و دلار هست. یکمی زندگی شاید برای کسایی که اونجا کار میکنن توی قسمت شمالی سخت تر باشه یا قسمت جنوبی راحت تر باشه. تو قسمت جنوبی من ایرانی ندیدم، ولی تو قسمت شمالی خیلی ایرانی دیدم، یعنی خیلی زیاد، یعنی یه جورایی خیلی شوکه شدم از این همه ایرانی که تو قسمت شمالی ترک نشین بودش. اقتصادش هم که وابسته به ترکیه است، قبرس شمالی، و به نظرم کمی شرایطش بدتر از ترکیه هستش. برای همین نمیدونم ایرانیایی که توی قبرس شمالی هستن چجوری هست. اگر دوستای اونجا هستن لطفا کامنت بذارین، از وضعیتش بگین که چجوریه. به نظر من اجاره ها سنگین هست، قیمت خونه ها. در کل جای سرمایه گذاری به نظرم نیست، چون میدم که خیلی دارن تبلیغ میکنن که ایرانی ها برن تو قبرس شمالی خونه بخرن. نمیدونم، حالا نظر خودتون رو بهم بگین. اگر شما تو قبرس جنوبی دانشجو باشین یا کار داشته باشین اونجا و اقامت داشته باشین، به راحتی میتونین برین قسمت قبرس شمالی و برگردین. ولی اگر توی قبرس شمالی شما دانشجو هستین یا
ویزای کاری دارین یا هر چی نمیتونین برین قبرس جنوبی. این هم یه تفاوت دیگه‌اش. خب دوستان، این یه سری توضیحات کلی بود در مورد قبرس شمالی و جنوبی. الان هم دارم میرم از قبرس شمالی به سمت جنوبی، چون اگر دوست داشتین ادامه ویدیو رو میتونین ببینیم و در مورد هتل ها، خرید و چیزهای دیگه هم شرایط شهر رو ببینید. به هر حال موفق باشید. سلام دوستان، قبرس جنوبی هستم، توی هتل هستم، یه اتاق کوچیک گرفتم، گفتم سریع کوچولو هم ویدیو بگیرم براتون. یه تخت کوین سایز گذاشتم، بعد چند نقطه ریز داره میخوام بهتون نشون بدم اینجا، چون من خودم کار Airbnb و اجاره اتاق هتل میکنم. یکی مثلا این چراغ مطالعش اینجا خیلی برام جالب بود که الان همه جا میشه اینجور چیزا رو پیدا کرد. از اینجا هم میتونین روشن خاموشش کنین، از اینجا این بالایه رو روشن خاموش کنین. میدونین پریزا تو قسمت اروپایی، تو قسمت جنوبی قبرس اروپایی هستش و پریزا اینجوری هستن، با آمریکا و ایران فرق دارن. بعد یه یخچال گذاشتن، قاب صندوق گذاشتن. اتاق خیلی کوچیکی هست، یعنی همونطور که می‌بینید سایزش خیلی کوچیک هست، ولی تجهیزات خیلی خوبی داره، خیلی خوشم اومد. 50 یورو هزینه داشت. اینورم باز همون هستش، از جایی روشن می‌کنی. اون چراغ بالا و این هم چراغ مطالعه پایین می‌تونید استفاده کنید. خیلی شیک و تمیز درستش کردن. اینا رو هم خریدم برای Airbnb هم. یه چمدان بزرگتر تو ماشین هست، دیروز ماشین کرایه کردم. یه کمد دیگه هم اینجا داره با حوله‌های شنا، با یه پلاستیک اضافی برای لباس‌های خیس. اینجا هم چیز برقش هست، جالب بود. یه تلویزیون فکر کنم 32 اینچ باشه، شاید یکم کوچکتر بزرگتر. اینجا هم باز پریزا، قهوه ساز، اسپرسو و کلی قهوه های دیگه. اینم چه سشوار گذاشتن اینجا، احتمالا جا کمه تو دستشویی، آب و وسایل دیگه. خیلی مرتب و شیکه. بریم دستشویی رو ببینیم. دستشویی کیفیتش خیلی خوبه، همون همینطور که کلن کیفیت خوبه. بعد شامپو و وسایل دیگه هم از کیفیت های خوب استفاده کردن. این برم باز برای دستشویی هم با آرنجتون میتونین از ماهی دستشویی استفاده کنین، هم با دستتون خیلی راحت تر شده. یه آینه اینجوری هم گذاشتن، سینکش هم خیلی قشنگه. بعد تو این جعبه هم باز مثل دستویل آرنج اینجور چیز رو گذاشتن. خیلی شیک و تمیز درستش کردن. من خیلی ایده میگیرم وقتی میگم Airbnb و اینجور هتل‌ها، گفتم شاید برای شما هم جالب باشه. اگه دوست دارین به هم بگین که بیشتر از این ویدیوهایی که خودم ایده میگیرم برای شما هم پست کنم، که اگر همچین کاری دارین انجام میدین، اجاره میدین، دقت کنین. مثلا این سیستم گرمایش سرمایش هم گذاشتن راحت کنترل کنی. خیلی چیزش کردن، اتاق هتل رو راحت کردن برای استفاده کردن. به هر حال بریم برای صابونه. خب اینم بگم، این پریزی هست که برای تو ایران استفاده میکنیم ازشون. اینم پریزی هست که تو آمریکا استفاده میشه. اینجوری بس میکنم به این و توی بیروت از این استفاده میکنم. یه پریز یکی دیگه هم، تبدیل دیگه هم دارم که مثل اینه، توی یکی چمدونم اونم برای اینجا استفاده میکنم. اینجا یه سیم کارت هم گرفتم که 20 گیگابایت اینترنت هست، قیمتش هم 20 یورو هستش. ماشینی هم که اجاره کردم روزی 35 یورو هستش قیمتش. خب اینا رو هم باز کردم. یه دنتال ست داشت، یه خمیر دندون و مسواک. یه شیوینگ ست هست که برای شیو کردن صورتتون تیغ هست. یه شاور کپ هست که برای بستن موها. یه دونه هم سایینگ ست هست برای نخ و سوزن و اینجور چیزا. میبینید چقدر فکر شده است؟ یه چیزای کوچیکیه که
آدمو جذاب میکنه اون هتل رو، اون ایر بی ام بی رو. من هم اینا رو دارم یادداشت میکنم برای خودم که حتما داشته باشم تو ایر بی ام بی هم. دوستان درش هم کیفیتش خوبه، نگاه کنین هم خیلی سنگینه داره، به زور با میشه، همین که کیفیتش خوبه. اینجا هم کارتو نمیذارین، اینجا همینطوری یه چیزای عجیب غریبی داره برای تمیز کردن، برای فلان چراغ میزنین. خب بریم. خب اینم که اتاقا، اینجا هم صبونه، بریم ببینیم صبونه چی دارم. اینجا خلاص دندون گذاشتم، پنیرهای مختلف، زیتونهای مختلف، تخم مرغ‌های خوشگل، پنیر سرخ شده، این بعد ماستای طعم‌دار، کیک، این بعد اوتمیل و شیر و چیزهای دیگه، پنکیک و در جمعیتون نتونو توست کنیم، شیرینی های دیگه و خورما، آجیل، جمع که قهوه و نوشیدنی های دیگه. این برم پورتال، بریم که مردم هم بریم بزنیم. این هتل انقدر خوب و مرتب و صندلی های راحت، پدی های خوب داره که آدم دلش میخواد بازم بیاد این هتل. بارکناش خیلی خوب و خوش اخلاق و خیلی کیفیت و خوب. برحال جاتون حسابی خالی. اینجا هم باز جای نشستن هست. از این ور هم میره به سمت رسپشن و این ور هم باز نشستن هست و اینجا هم که بار هست. وقتی وارد میشین یه نوشیدنی رایگان هم میتونین بگیرین. اینجا اینجا هم که استخر مجموعه هستش، همه چیز خیلی شیک و تمیز و جکوزی هم دارن اونجا. اینجا هم پارکینگ. یه چیز جالب بهتون نشون بدم، اینجا هم مثل انگلیس فرمون ها این وره و جاده رو چی میگم متضاد به ما رانندگی میکنن. خیلی عجیب غریب. منوئل گرفتم یاد ایام. ماشین خیلی کوچولویه، روزانه $35. عقبش اینجوری یه بابای دیگه هم جفتشو گرفته، بعدم فورده، ولی خیلی شبیه هم این کیاست. خب رانندگی اینجا حسش یکم عجیب غریبه. اولا اینکه دنده ای گرفتیم، خدا به خیر کنه. نمیشه میشه، هوا خیلی خوبه. از یه کاپشن پوشیدن اینجا، ولی زیاد کاپشن پوشیدنی نیستش. میبینید دارم این سمت میرم، ماشین اونوری هم از اون سمت داره میاد. خیلی وقت دنده اینه رو من یادم میره دنده بزنم. این هم کوسه پشم چای قبرس. اینجا یکی از کلیساهای مشهور قبرس هست. این منطقه خیابونیه که خیلی مشهور هست. الان دیگه فصل توریستی نیست. این هم ساختمون این کلیسا. وقتی دعا میکنن شمع روشن میکنن اینجوری و
اصلا شمدونی رو برد پایین، میخواد شم بذاره داخلش، شم رو جمع میکنه. اولیو اویل، اینم روغن چیز هستش، زیتون هستش که با روغن زیتون روشن نگه میدارن این چراغ رو، اینجا این شم رو میذاره داخلش. Calimera, ¿qué eres? Calimera. ¿Qué cambié? No sé qué hablas. تو سال 819 میلادی این بنا ساخته شد. Where are you from? I'm from Iran. Christian. میپرسه که اهل کجا هستی؟ مذهبت چیه؟ منم میگم قیافم تابلو، مذهبم چیه؟ من بی مذهبم. بریم آقا بریم. چند تا جای دیدنی هست، بریم برم ببینیم برگردیم. جنبی سوپرمارکته توی قبرس شمالی، اون قیمت رو زدن روش یا نزدن؟ این 2.5 یورو، 1.70 یورو، 1.30 یورو، چیپس مختلف حدود 2.5، 1.70، این قیمت ها. میبرم مشروبای مختلف 16 یورو، 9 یورو. کرونا رو قیمت نزده روش. نوشیدنی ها 1.20، 1.35، اینجوری ها. من مخصوص انواع شکلات ها سنیکر 1.20، 2x 1.20 یورو. میوه ها رو به کیلو زده، گوجه 2.5، پرتقال 3.20، چقدر گرون. بعد آووکادو 5.80 به کیلو، موز 2.5 یورو، خیلی گرونه. این برم ترشی مرشی 3.2، خیلی گرونه. شامپو اینه هم هست. حقوقا معمولا اینجا بین 700-800 یورو هستش ماهانه و حقوقای بیشتر اگه تخصص داشته باشن 2000 تا 3000 هست ماهانه. دریا خیلی خوشگل دیده میشه، فوق‌العاده است. اینجوری رانندگی کردن زیادم راحت نیست. خب بزنیم بریم سمت شمال قبرس شمالی. جاده‌هاش هم تر و تمیز، خوشگل، یکم حس فلوریدا رو میده. اینورم باز دریا، حس فلوریدا رو داره، آفتاب قشنگ. آفتاب شدیدن گرمی داره اینجا، حدود یه ساعت فاصله است از اینجایی که میخواستم برم تا جایی که بودم و خیلی گرمه. آفتاب شدید میزن از اینجا. جم دیده بانیش هست بین دوتا مرز. بین دوتا مرز یه خطی هست که یه مدت برای یو ام بود، الان نمیدونم دیگه دقیقا چجوریه. خط سبز بهش میگفتن، یه قسمتی که برای اینکه یه مصالحه‌ای بشه بین قبرس جنوبی و شمالی. من برگه اجاره ماشین که گرفته بودم این چیزم بیمه هم داشت، بیمه ماشین، ولی فقط برای اون طرف بود، یعنی سمت یونانی بود. الان که دارم میرم سمت ترک بعد دوباره بیمه میگرفتم. 20 یورو همین شد. خدا به خیر کنه ببینیم دیگه چه خرجایی هست. اینجا هم لب مرزه، یعنی مرز بین قبرس جنوبی و شمالی. خب اینجا هم سمت شمالی هست، سمت ترک نشین.
دوستان غذا سفارش دادم با یکی از دوستانمون اینجا، قرمه سبزی بود $7. الان تو قبرس شمالی هستم، بعد سلمونی رفتم همونجا، سلمونی هم هست اینجا، سلمونی هم $7 بود، بعد ولی سلمونی یه ساعت طول کشید، یعنی ماساژت میده، نمیدونم همه کار میکنن دیگه، کلی اون کاری که مثلا کایروپراکتور را تو آمریکا میکنن اینا اینجا با همون سلمونی با $7-$8 همه کار رو برات میکنن. خلاصه حسابی حال داد. الان هم میرم هتل اینجا، بریم ببینیم قسمت هتل قسمت جنوبی چطوریه. ماشین روندن هم که داریم میبینیم دیگه، یه حالیه. هتل گراند سفیر سیتی چطوریم بریم داخل. باید اینجا پارک کنم، اینجا پارک کنیم. اینجا رم هتل رو $50 میدن، یه اتاق کوچیک صبحانه هم داره، اینجا هم جایی هستش که برای غذاهاش هستش، برای صبحانه هستش. هتل خیلی خوشگلی به نظر میرسه، ارزون ترین قیمتش $50 بود. اینم اتاق این هتل که یه تلویزیون هست، کولر اونجا، یه چراغ خواب. اینم منظره، دریا یه کمی دیده میشه ولی نه زیاد. پنجره هم اینجوری باز میشه، یه جوری ترسناکه. دستشویش، دستشویش هم خیلی کوچولو. حمومش اینجا هم باز کلی وسایل گذاشتن که خیلی عالیه. باز اینجا هم برای یه کیسه هست، شامپو، کفش و صندوق برای قفلا. تو قسمت جنوبی با هر کی صحبت میکنی ایرانی در میاد، خیلی زیادن ایرانی ها اینجا. اینجا هم یه فرش فروشی ایرانی هست، تابلو فرش رو اینجور چیزا میفروشن، خیلی باحاله. یعنی فارسی این تابلو فرش فروشیه، فرش ماشینی. قبرس هم گرفتیم دیگه، کجا رو بگیریم؟ انشالله ایران همون رو زودی وضعش درست شه، مردم راحت زندگی کنن اونجا، نه که اینجوری. میبینین فرمونا چه جوریه، مردم چه جوری رانندگی میکنن. قیمت بنزین تو قسمت جنوبی یک ممیز سه یورو بود، اینجا 20.57. اینجا هم انواع آجیلا و اینا رو ببینین، قیمتاشون هم 220 لیر، نمیدونم طبعاً 20.40. خورما 270 لیر، این بر فندق 280 لیر، این اسمش یادم رفت، 450، مخدود 230، 255، این یکی 230، بادوم 215 لیر. بکنم هر لیر حدود نزدیک 20 دلار الان، ببخشید هر دلار نزدیک 20 لیره، این تقریبا 10 دلار کیلوی، 10-12-13 دلار کیلوی. پستاراتون هم که اینجا، اگه بخوام مقایسه کنم قبرس جنوبی و قبرس شمالی، قبرس یونانی نشین یا به قول ترکا روم قبرس و با قبرس شمالی به ترک نشین، قبرس جنوبی یه جوری مدرن تره، یعنی خودشون میگن انگار
از شهر داری میای به ده، یکم اون حس و حال داره به خاطر بافته متفاوتش و درامت ها اونجا بیشتره. یکمی احساس کردم مردم زندگی بهتری احتمالا دارن اونجا. اینجا هم میگن خود قبرسی های ترک های قبرس وضعشون خوبه، ولی مهاجر زیاد هست، دانشجو زیاد هست اینجا. به هر حال خب داریم میرسیم به قلعه. این دیوارهای قلعه اینجا خب اینجا هم ورودی هست. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. کلی بازار هست داخل این قلعه. کلی مسائل عجیب غریب. قیمت ها ترسناکن اینجا. اینا رو 15 یورو زدن. یه سری کاسه بشقابم از اینجا خریدم، چند تا سینی و قهوه جوش و اینجور چیزا. خانم پیری بود، خیلی با نمک بود، نمیخواست تخفیف بده، نمیدونست با کی طرف. اینجا قبلا کلیسا بوده، تقریبا سال 700 سال اینا پیش ساخته شده، یه 200 سالی به عنوان کلیسا استفاده شده و بعدش شده مسجد، ولی بنای خوشگلی. امروز فکر کنم یه 120 نفر ایرانی دیدم من اینجا. قشنگ هر طرف میتونیم ببینیم مردم دارن فارسی صحبت میکنن، خیلی باحال. اینجا هم یه شیرینی فروشیه، شیرینی های باحال دارن. هم کلی دکوراسیون خیلی خوشگل درست کردن. Any place that I go I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. کم نشستم اینجا یه چایی و چند باقلاوا. چایی شد 12 لیر تقریبا، 70 سنت و باقلاوا هم شد 75 لیر. سه تا باقلاوا نزدیک 4 دلار شد، کلا 4 دلار رو تقریبا نزدیک 5 دلار یار بگیر میشه تقریبا 87 لیر. قیمتا گرونن دیگه این چجا مخصوصا. بریم یه غذای ترکی هم بخوریم. این هم شبهای قبرس شمالی. اومدم رستوران که قلیون هم دارن. اینجا قیمت ها خیلی خیلی بیشتر از قیمت های لبنان هست. خیلی شیک و تمیز درست کردم، فکر کنم صاحبش هم ایرانیه. اونجا هم قسمت قلیونشه که داره قلیون شاه میکنه. همطور که میبینید خیلی شیک درست کردم مغازه رو. قلیونه شد تقریبا 8 دلار. ماهی سالمون سفارش دادم، فکر کنم شد 25 دلار سم چیزی. شیرینی اونم خیلی گرونه، خلاصه از با آمریکا زیاد فرق نداره، شاید هم گرونتر از آمریکاست. خب غذای اومد، کیفیتش خوب به نظر میرسه، ولی خب گرونه دیگه قیمتش. شمالی قسمت ترکی نشین، صبحانه اینجا. پنیر تنوعش خیلی بیشتر اینجا، مرباهای مختلف فلان، سبزیجات باز تنوع، این ور باز تنوع نان زیاده. سوسیس و نوکی و خرمرغ
نوشیدنی مختلف. اینجا هتل شکم بهتره فکر کنم و قهوه و چیزای یکمی متنوع‌تره، ولی اون یوکی هتل هم خیلی خوب بود، یعنی چیزای خیلی خوبی داشتشیم و رنگ شراب ها هستیم. بریم صبحونه رو بزنیم. زدم رو گوگل مپ، اینم منو از یه راه دیگه ای آورد. نمیدونستم دارم از بخش UN وارد میشم. گفتش که یارو دم در گفت تو نمیتونی از اینجا بری، بعد ولی خب چون پرواز داری دیگه برات نمیگردونم. یه چی دیگه برام نگردون، منو همینجا رفتم. 20 دقیقه دیگه میرسم. الان تو قسمت جنوبی هستم، تو قسمت اروپایی هستم. یکی هم دیگه میرسم به فرودگاه. این هم با جاده های قسمت جنوبی، قسمت اروپایی. خب اینجا هم فرودگاه، من میرم سمت پارکینگ که ماشین رو تحویل بدم و بعد برم داخل فرودگاه. اینجا هم این شرکت های مختلف. شرکتی که من گرفتم آسترا هست، هم ریویو خوبی داشت. وقتی که من میخوام ماشین کرایه کنم به ریویو ها دقت میکنم که ریویو خوبی داشته باشه، مردم مشتری ها نظرات خوبی در موردش گفته باشن. وقتی که نظر خوبی نگفتن معلومه که مشکلی هست اونجا. اینجا هم داخل پارکینگ میرم به سمت پارک. کدوم از این شرکت ها؟ یوروپ کار، هرتز، برد، بجت، همشون اینجا جایی دارن که بتونیم ماشین رو پارک کنین. اون قسمت اینجا مال آسترا هستش. اینجا پارک میکنم بعد میرم دفترشون که رو تحویل بدم. گفته بودم وقتی برمیگردونم بنزین رو پر میکنم. یادم رفت، برم سری بنزین رو پر کنم بیام. بریم داخل پمپ بنزین. یک یورو و سه ممیز یا نو. سریع یک چلو بنزین بزنیم. اینجا براتون بنزین رو میزنن. این برام کارواشا شد، با کارت میخوام پرداخت کنم، برای همین گفت برو داخل بده. اوکی، ده لیتر شد، شد حدودا 14 یورو. این هم داخل این فروشگاه نوشیدنی ها و مسائل دیگه. خب این هم سمت فروشگاه. فروشگاه های کوچیک خوبیش اینه که دیگه زیاد اذیت نیستی که مسیر رو پیدا کنی. خیلی راحت تره.